انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان امسال برگزار شد و قرار بود نتایج ابتدایی به تاریخ 27 میزان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که نمیتواند نتایج انتخابات را در این روز اعلام کند. هنوز هم مشخص نیست که چه زمان نتایج ابتدایی این انتخابات اعلام خواهد شد. جامعه جهانی تأکید کرده است که برای تأمین شفافیت در انتخابات با تأخیر اعلان شدن نتایج آن ایرادی ندارد. اکنون عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی فرانس 24 میگوید که ناظران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی روند شمارش و پروسس آرا را به گونه جدی نظارت میکنند. تخلف هایی که در انتخابات صورت گرفته است در این شک نیست که ما این مورد را مستندسازی کرده ایم. ما و همچنان دیگر نامزدان در خصوص تخلف صورت گرفته شکایت درج کرده ایم. مردم هم شاهد موارد تخلف بودند. شکایت را که ثبت کرده ایم ثابت نیز خواهیم کرد. If the results show that he won, what will you do very concretely? عبدالله عبدالله در پاسخ به این سوال که اگر سناریوی سال 2014 بار دیگر تکرار شود آیا حاضر به قبول حکومت مشارکتی است، میگوید که این کار را راه حل مناسب نمیداند. ما باور داریم که با بیرون کشیده شدن آرای تقلبی انتخابات به دور دوم نخواهد رفت. کار کردن در 5 سال گذشته پر از تجربه بوده است. ما بار دیگر به شراکت در حکومت فکر نمی کنیم و این راه حل مناسب نیست. عبدالله عبدالله همچنان می گوید که در صورت مواجه شدن انتخابات با بوران راه های مناسبی وجود دارد. او تأکید می کند که در هیچ صورت منازعه مسلحانه قدرت بروز نخواهد کرد. آقای عبدالله از کمیسیون انتخابات می خواهد که استقلالیت خود را حفظ و به آرای شهروندان کشور احترام کند.